خانواده پارسا برای فرار از شلوغی شهر تصمیم گرفتند آخر هفته را در ویلای قدیمی پدر بزرگ پارسا در دل جنگل بگذرانند. ویلایی که به گفته اهالی روستا از قدیم الایام به خاطر اتفاقات عجیب و غریبش معروف بود. اما پارسا و خانواده‌اش این حرف‌ها را جدی نگرفته و با هیجان به سمت ویلا حرکت کردند. ویلای بزرگ و قدیمی با باغی سرسبز و پر از درختان تنومند در دل جنگل خودنمایی می‌کرد. با ورود به ویلا، حس عجیبی بر خانواده پارسا حاکم شد. هوای داخل ویلا سردتر از حد معمول بود و صدای وزوز عجیبی به گوش می‌رسید. شب فرا رسید. خانواده پارسا دور هم جمع شده بودند و مشغول صحبت بودند که ناگهان صدای شکستن چیزی از طبقه بالا به گوش رسید. پسر کوچک خانواده، امیرعلی، از ترس به بغل مادرش چسبید. پارسا با چراغ قوه به سمت طبقه بالا رفت تا ببیند چه اتفاقی افتاده است. در راهروهای تاریک ویلا صداهای عجیبی به گوش می رسید. صدای قدمهایی که به دنبال او می آمد و ناله های مبهمی که از یکی از اتاقها می آمد. پارسا با احتیاط به سمت اتاقی که صدا از آن می آمد رفت و در را آهسته باز کرد. اتاق تاریک بود و تنها نور ماه از پنجره به داخل می تابید. پارسا چراغ قوه را روشن کرد و به اطراف تاباند. ناگهان یک قاب عکس قدیمی از روی دیوار افتاد و شکست. در قاب عکس تصویرزنی جوان با چشمانی سیاه و موهای بلند دیده می شد. از آن شب به بعد اتفاقات عجیبی در ویلا رخ داد. وسایل به خودی خود حرکت می کردند، درها به طور خودکار باز و بسته می شدند و سایه های مبهمی در آینه ها دیده می شد. خانواده پارسا هر شب با ترس و وحشت به خواب می رفتند و صبح با چشمانی خسته بیدار می شدند. پارسا با تحقیق درباره تاریخچه ویلا متوجه شد که سالها پیش زنی جوان به نام مهتاب در این ویلا به قتل رسیده است. گفته می شد که روح مهتاب هنوز هم در ویلا سرگردان است و به دنبال انتقام است. پارسا و خانواده اش تصمیم گرفتند هر چه زودتر از آن مکان فرار کنند. اما وقتی خواستند از ویلا خارج شوند، درها قفل شده بود و کلیدها ناپدید شده بودند. آنها در محاصره تاریکی و وحشت قرار گرفته بودند. ناگهان صدای خنده‌ای بلند و شیطانی در سراسر ویلا پیچید. خانواده پارسا با وحشت به اطراف نگاه می‌کردند. سایه های مبهمی در اتاق‌ها ظاهر شد و به سمت آنها آمد. در همین لحظه یک نور شدید ویلا را روشن کرد. یک گروه از روحانیون وارد ویلا شدند. آنها به دنبال این ویلا بودند تا به رازهای آن پی ببرند. روحانیون به خانواده پارسا کمک کردند تا از ویلا خارج شوند. بعدها مشخص شد که روح مهتاب به خاطر کینه‌ای که در دل داشت خانواده پارسا را مورد آزار و اذیت قرار میداد. روحانیون با انجام مراسم خاصی روح مهتاب را آرام کردند و او را از این دنیا رها کردند. خانواده پارسا با سلامت از آن ماجرا بیرون آمدند، اما خاطره آن شب هولناک همیشه در ذهن آنها باقی ماند.